سلمان وهابی بوده، رو مخه یه بچه شیعه کار میکنه که بلکه اینم سنی و وهابی کنه. خب جالبه، میگه حدود 60 کتاب به بچه شیعه دادم، هیچ تأثیری توش اتفاق نیفتاد. یه روزی بچه شیعه اومد به من گفت تو 60 کتاب به ما دادی، ما یه خواسته از تو داریم. گفتم چیه؟ گفت ما یه مجلسی برای حسین داریم، یه شب پاشو بیا تو مجلس ما. میگه محرم شروع شد، من یک روز یک روز هی بهانه آوردم، مراسم عقب انداختم تا شد شب عاشورا، دیدم دیگه نمیشه، دیگه قول بهش دادم. میگه با هم رفتیم تو مجلس امام حسین. میگه من نشستم، حالا به اون هیبت به حال مولوی وهابی که یه امامه های خاصی دارن، میگفت نشستم تسبیح هم دستم بود، استغفار میکردم که خدایا منو ببخش اومدم تو این مجلس. دیدم سخنران داره میگه مردم کدوماتون میتونید بابت دین و خدا از جانتون که هیچ از ناموستون بگذارید، خواهرتون تو این راه سیلی بخوره، بچه 3 سالتون کشته بشه. بعد دیدم داره میگه حسین این کار رو کرد. میگه من تو ذهن خودم گفتم عجب، این حسین ابن علی عجب آدمی بوده. جالبه، میگه وقتی به خودم اومدم دیدم از لای ریش بلند یه مولوی وهابی داره اشک جاری میشه برای قربت و مظلومیت حسین. یه شبش عاشورا، یه مجلس حسین، این رو شیعه میکنه. باباش بهش میگه که متوجه میشه، دارم خیلی داستان رو خلاصه میگم، پدر متوجه میشه سلمان شیعه شده، بهش میگه سلمان ماکسیما برات میخرم، خونه برات میخرم، این حرفا رو نزن. سلمان شیطان پرست بشو ولی شیعه نشو. میگه گفتم نه بابا، من راهمو انتخاب کردم. همه اتفاقی که زندگی این مرد رو قشنگ کرد این بود که میگه یه روزی دیدم کل حسابای مالی رو خالی کردن، دیگه من شیعه شده بودم، هر چی هم زیر پام بود ماشینمو گرفتن، زندگیم رو گرفتن. یه روز به زنم گفتم بریم، من باید برم علومیه کار کنم، ببینم این خاطره ای که میگم فکرتون کجا میره. میگه در خونه رو باز کردم، خانومم دنبالم اومد، گفت حالا داری میری، من تا دم کوچه دنبالت بیام. اومدم دیدم که پدرم با 10-15 نفر جلومو گرفتن، کجا میری؟ گوش کنید، وقتی جلوتو گرفتن چی بهشون گفتی؟ گفتم بهشون گفتم شما هم سر راه میگیرید مثل اجدادتون، شما هم سر راه میگیرید مثل اجدادتون، شما هم سر راه میگیرید. میگه دیدم پدرم گفت از راهت بر نمیگردی. گفتم نه. بعد چی کار کرد سلمان؟ بعد عرض کنم خدمت شما با چوب زد تو سر من، افتادم، بعد دیگه نفهمیدم چی شد، بیهوش شدم، چاقو آوردم زدم به گردنم که گردنم قصه ببرن که نبرید. بعد 2-3 بار عرض کنم خدمت شما که زد رگ دستش اینجا نبرد، آخرش چاقو تیسر آوردن که زدن به اینجا و رگ دستم بریدن. وقتی بیهوش اومدم گفتن که زنت هم کمده وسط. عرض کنم خدمت شما که عرض کنم خدمت شما که زدنش بچهش سر شده، بچه خانومش هم ببینید، خانوم باردار میاد که آقا چرا شوهرم دارید زنی میزنن، خانومش هم اونجا بچهش از بین میره. ما کجا اون کجایی که دی داره اون ها چی گفتی یه بار دیگه گو؟ بگم ما کجا اون کسی که دید، آخه ما که بیهوش بودیم، امیرا ما که ندیدیم، ما که زن حضرت فاطمه زهرا نبود، ما کجا اون کجا، ما خیلی فرق داریم با اون شما. خیلی هرچی ما لکنت داریم، هرچی ما چیزایی به خاطر همون این لکنت زبانی که داره بالا، همون کتکی که از باباش و اطرافیانش خورد، حرفم اینه که این اتفاق میفته. به خدا قسم وقتی داستان زندگیش تعریف کرد، من همون شب فهمیدم برنامه یه اتفاق میفتاد. 70 شب 70 شب و روز تو مسجد جمکران رو کارتون خوابید با خانومش. حرف جالب زندگیش اینه، خانومش وقتی میره دکتر میگن بابت اون ضربه‌ای که به این خانم خورده دیگه این خانم بچه دار نمیشه. خب میگه یه روزی دست به دامن حضرت زهرا شدم، خیلی گریه کردم که خانم همه این بدبختی های ما سر ولایت شوهر شما بود، ما بچه میخواییم. بعد دیدم که آثار وضع هم هست، 15 روز درسته 15 روز به زایمان میگن یه عکس سبودی از رحم میگیرن میبرن پیش خانم دکتر، نگاه میکنه میگه این بچه 700 گرمه، به دنیا هم بیاد مرده به دنیا میاد. میگه شب اومدیم خونه، خانومم قرص خواب خورد رفت خوابید، منم نشستم به قربت علی گریه کردم. بعد دیدم که خانومم یه لحظه دوید بیرون، گفتم چی شده؟ گفت سلمان یه خانوم اومد تو خواب من رو بغل کرد، گفت دخترم منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من اسمم فاطمه دختر پیامبر، بچت رو ما حفظ میکنیم، این بچه برای ماست.
وقتی بچه به دنیا اومد چند کیلو؟ وقتی به دنیا اومد از کنه خدمت شما، خدمت شما 2 کیلو 800 گرم بود. 2 کیلو 800 گرم. 15 روز به زایمان 700 گرم. موقع به دنیا اومدن 2 کیلو 700 گرم. انقدرم این بچه زیباست. به اسمش هم فاطمه گذاشتیم. به خاطر همون روایتی که داره که اگه اسمش فاطمه گذاشتید، جواب عرض کنه خدمت شما، عرض کنه خدمت شما که نبزنید. آخه نداد بزنید سرش. بخاطر فاطمه بود خیلی داد زدن سرش. خیلی زدنش. یه جان شما یه جا به فاطمه تون هیچی نگید. اینه و به حق اون عشقایی که به صورتت هست برای شیعه مرتضی علی دعا کن، چون تو فرق میکنی با ما. من بارها